کمیته زنانی ازبکستان رویخط زنهای غیر معتمد ساکنانی شهر تاشکند را ترتیب دادند که در آن 23 نمود زنهای به جنایت صادر کردن تابع بوده داخل می شوند. در رویخط غیر معتمد از جمله زنهایی که به صادر نمودن جنایت تابع بوده، زمانی دراز در کشور نبوده، پس از زمانی دراز به وطن برگشته، به دستگیری روحی احتیاج داشتگان، به تربیه فرزند تاثیر منفی داشتگان، در آیله حالتی غیر سالم داشتگان، آیله های به جدا شوی نزدیک بودگان، زنهای بیکار، کم درآمد، موقتا در شهر تاشکند زیستگان، اینچنین زنهایی که بدون قید زیست میکنند. نابالغان تا سینی 18 سالگی و دخترهای جوان از سینی 18 تا 30 سالگی، زنهای معیوب، جدا شدگان و مادرانی تنها داخل شدند. چی طوری که خدمات مطبوعاتی حکومت شهر تاشکند اطلاع داده است، چنین قرار در نتیجه واخری هایی که سنه 27 ایول با ساکنان تمامی ناحیه های پایتخت برگزار شده بود قبول گردیده است. در جمع آمد ها معاون حکیم شهر، سرداری شعبه شهری کمیته زنان دلبر نجم الدین و رئیسی کرد. در نتیجه واخری ها قرار قبول شده است که گروه های کاری آید واقف نمودن جنایت های زنان تشکیل شده است که در آن کارمندان حفظی حقوق و متخصصان کمیته زنان داخل می شوند. در این زمان خبر مذکور فضای اینترنت ازبکستان را بلرزه آورد. تشبسی مذکور را در سامانه های اجتماعی به تنقید سخت قرار دادند. استفاده برندگان فیسبوک و اینستاگرام فلش موب تحت هشتگ زنی پرخطرناک جاری نمودند.